check the mic and make sure it sound right, boys. سلام به همه بچه ها، اومدیم یه برنامه خیلی ویژه با علی عزیز و عطا راجع به بارسلونا، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم. اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین و پیشنهاد انتقادی هم دارین تو بخش کامنت ها بگین، خیلی سریع بریم سر بحثمون راجع به بارسلونا. چطوری علی؟ خوبی؟ یا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه که قراره راجع به بارسلونا صحبت کنیم. ویدیو قبلی که سال پیش که نمیشه گفت، فصل قبلی بود. عشق کردید آقا، همین اول کاری من سریع میرم سراغ اصل موضوع. عشق کردید بهتون گفتم آقا یه خریدی که واقعا بارسلونا بهش نیاز داره. یادتونه کیو گفتم؟ من گفتم کانسلو الان اویلیبل، واقعا حیفه که نه. خیلی رفتم سراغ اصل موضوع، ولی میخواستم اول فقط کانسلو جواب داد آخه تو فصل جدید. حالا میخوام پدر دقیقاً گندوقان زحمت کشید بنده خدا اینا. نه من نه گندوقان آخه نگفته بودم، بس همین. بخواد سلطان بارسا و سوگیری های بارسلونا شروع کنه بحثو. خدا اینجوری نگو. بابا منم سلام میکنم به همه بچه‌ها. علی دیگه، بچه‌ها کلی گفتن آقا علی کو چرا راجع به بارسا آیتم نمیرید؟ دیگه جفتشو با هم آوردیم که یه آیتم مشتی بریم که آره ببینیم چه خبره. شروع کنیم؟ آره، من می‌خوام یه چیزی بگم. علی ما چرا این تیممون درست نمیشه؟ سال کلی، یعنی من امسال نگاه میکنم و حالا اصلا فارغ از نتیجه نمیدونم چجوری بگم، خیلی بد بازی میکنیم، خیلی چشنواز اصلا بازی نمیکنیم، اصلا مشکل بیس هواداری بگم نمیدونم والا. من احساس بکنم ببین، اولین چیزی که این فصل نسبت به فصل قبل خیلی تابلوه به قول من رو دفاع تیمه. من نمیدونم به جای اینکه ولی فکر کنم بخاطر مصدومیت ها باشه. ببین سال پیش ما هر چقدر بدن بازی میکردیم، قرص تیممون قرص بود توی دفاع، یعنی میدونستیم گل رو نمیخوریم و این گل نخوردنه باعث میشد که یه روحیه خوبی به تیم بده. ولی نمیدونم امسال چی شده، یعنی به نظر من شاید مصدومیت های بیمورد بازیکنامون باشه، مخصوصا خط هافبک. هم حتی من واقعا نمیدونم شما چقدر بازی دیانگ رو قبول دارید، ولی دیانگ واقعا به نظر من ستون بارسلوناست. یعنی دیانگ وقتی که باشه من خیالم راحته و متاسفانه پدری هم که مصدوم شده و دفاع هم که آروخو بعضی موقع مصدوم میشه، آقای ژول کانده بعضی موقع مصدوم میشه دیگه. براتون میگم گاوی هم که وای بر من نمیدونم چه جیدن همه ربات تلیبی دارن میدن. فکر کنم یه پست خیلی جالبی یه جا خوندم، اینقدر فشردگی بازی جیدن داره هر سال زیاد و زیادتر میشه، این مصدومیت هم اگه دقت کنی هی داره زیاد و زیادتر میشه. الان خود رئال هم همون اول فصل کورتوا رو از دست داد دیگه، براتون میگم وینیسیوس رو همین چند وقت پیش دو ماه از دست داد. 36 تا مصدومیت ربات صلیبی داره تو فوتبال اروپا فکر میکنم، اگه اصلا یه آمار عجیب غریبی داره. و گفته بود که اگه بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه و بازی ها انقدر فشرده بشه، سالای بعد تا نیم فصل تیم ها اصلا دیگه بازیکن ندارن که برن توی زمین. حالا سال دیگه که علی فرمت چمپیونز لیگ که گروهی میشه، 8 تا بازی داریم و اصلا فشرده تر میشه بازی ها، یعنی اونجا سخت میشه کار دیگه. چمپیونز لیگو که نگو، وای من چه هرسی خوردم سر اون چمپیونز لیگ. بچه اصلا آره این که این برنامه دیگه میتونم که اصلا چرا اینو عوض کردن، این خیلی زد حال عجیبی بود. ولی برگردیم رو بحثمون، حتی تو بیا براره علی یه نکته گفت که حالا چرا ما انقدر گل خوردیم این فصل. به نظرم دوتا دلیل داره، اولش نبود هافک دفاعی درست حسابیه. حالا پارسال شاید سرخیو بوسکتس اون توپایی که پشت باکس میگرفت و پوششی که میداد اون فولبک های ما رو باعث میشد که ما گل کمتری بخوریم. و خب الان ما دوتا فولبک تهاجمی داریم، یعنی کانسلو خب تهاجمیه، بالده تهاجمیه و اینیگو مارتینز اضافه شده، یعنی یه ذره نسبت به فصل پیش کلی تغییر پیدا کرده و دلایلش اینا میتونه باشه. ولی خب بازم قابل قبول نیست، ما تا الان 3 تا گل قبل ثانیه 20 خوردیم، یعنی من اینو درک نمی‌کنم. آره آخه حرف تو میپذیرم که هجومیه، ولی آخه اونورم تو هجوم، حالا جدا از کانسلو که واقعا پا به توپ خوبه، یه گل خوشگل زد، ولی نمیدونم اون هجومی که یعنی به قول معروف از دفاع کم میکنه که هجومت قوی کنی دیگه. به نظر من اونقدرم تو حمله ما قوی نیستیم. مثلا رافینیا و فران توریس
بعضی موقع مثلا آرناین میشن، این یه سه یه بازی هایی میکنن میگی وای دیگه تا آخر فصل ما اینا رو داریم کارمون جمعه، بازی بعدی میاد اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه رافینیا فر، اصلا نمیدونم یعنی قشنگ سینوسی کار میکنن این دوتا. بعد لیوا هم نمیدونم، به نظرم لیوا برنامه قبلی هم گفتم از نظر من اون کارایی که توی بایرن داشت به هیچ عنوان هنوز نتونسته توی بارسا بیاره، حالا دلیلش هم نمیدونم. آخه علی به نظر میدونی، به نظر منم همینه، الان همین نکته که گفتی دوتا فول بک هی برمیداره بیاری اضافه کنی، مثلا تو زمان گواردیولا که فول بک مثلا دنیال رز مکسول آبیدال اضافه میشه، اون وینگر چپ و راست هم خودش بازی کنه، ولی تو این دوتا رو اضافه میکنی به خاطر که اون دوتا یابو هست. در واقع علل حساب وینگر چپ و راست تو برای مهاجمت که حالا لواندوفسکی میخواد باشه، علی دایی باشه، رود فانیستروی یا آرنولد، وقتی توپو نرسونه اون نمیدونی، یعنی اصلا البته اینم بگم ما بعضی توپا هم به لوا میرسه، ولی خب من چون خودم فوتبال بازی میکنم حال حرفه‌ای نه، ولی از لحاظ روانی آره وقتی که یه چند تا توپ بهم نرسه اون توپایی هم که میرسه میتونم موقعیت خوبی ایجاد بکنم، اصلا نمیتونم بخاطر که از لحاظ منتالی من دان شدم آلدی. لوا هم احساس بکنم همینه که یه حرکت همینجوری که اعصابش خورد شده بود و چند وقت پیش سر یامال دیدید، وقتی مثلا کلا مهاجم همینجوریه، یه مدت که پاس نگیره و یه پاس خوب بگیره باید خیلی از لحاظ منتالی قوی باشه تا بتونه مثلا یه حرکت خفنی انجام بده، یا مثلا اصلا پاس نگیره بعد یه توپی بیاد همون رو خراب کنه دیگه، اصلا بازی دیگه اصلا تمومه. بخواد کامبک بزنه تو اون بازی آره دیگه اصلا خیلی سخت میشه. ولی خب لوا این فصل هم کلی یعنی نشون داده خودشو که وقتی بهش توپ میرسه، جلو اوساسونا گل دقیقه 87 زد، جلوی سلتاویگو که ما 3-2 کامبک زدیم دوتا گل اولمون رو لوا زد، جلوی همین آلاوز گل اولمون رو لوا زد، توپی نبود که گل بشه، یعنی اون سانتری هم که کونده کرد سانتر خوبی نبود، لوا خیلی خوب توپو گل کرد، یعنی بازیکنیه که توپش برسه واقعا هنوز اون بازیکنیه که شخصیت میده به تیم و اصلا جدا از حالا کیفیتش که طبیعتا بازیکن 35 ساله افت بدنی میکنه، یعنی چه بخوای چه نخوای، چه زلاتان باشه چه رونالدو افته بدنی میکنه و لوا هم الان منظورم تو اون مقطعه، ولی همچنان اون قدرت رهبری که داره و شخصیتی که میده به تیم جوون ما آره اصلا نیازه واسه تیم و دو تا بازیکن خلاق اگه درصد که لوا اصلا لوا که فوق العاده است، لوا باید بازی کنه، من مشکلم اون توپ رسوندن است که به لوا توپ نمیشه، چون اصلا بجز لوا اصلا بازیکن ما نمیتونیم استی بازی بدیم، مثلا مهاجم خاصی نداریم که بخوام مثلا بگم من لوا حالا زمستون لوا بهتر باشه میاد، یعنی حالا با این مصدومیت گاوی 7.5 میلیون قراره یوفا به ما بده، اون فضای حقوقی و این داستانا قراره اوکی شه، روکر رو قراره ثبت کنن دیگه، حالا احتمالاً از زمستون یه مهاجم نیمکت نشین هم داریم واسه یه بکاپ لوا. این وینگرای ما هیچ موقع آدم نمیشن، بیانم وینگر از عثمان دمبله او دمبله اصلا اسمش نیار، یعنی واقعا رفت تو باجمون اصلا اینا کیه، یعنی اما کوتینیوش هم جواب نداد تو تیم ما، چه برسه دیگه فران تورس آدم و تراوره و اینا، ما اصلا وینگر من فکر کنم بعد یه وینگرار یه صرف نظر کنیم تو خریدش، یعنی فکر کنم سریع بعد بریم سراغ فروختن رافینیا اینا تا مشکل حمله رو حل کنیم، مشکل حمله یه بخشش خط هافک، یه بخشش هم اینه که رافینیا خودش رو دریپ میکنه، اینه آنتونی میمونه، نه من آنتونی میمونه آنتونی خیلی حالت بدتره، ولی خب آره یه ورژه یه لول پایینتره آره، ولی تو یه کلاس کاریه اون بریزیلیا این به قول معروف فنسی بودشون جدیدشون جواب نمیده. دقیقاً راجع به وینگر که باید ما دو تا وینگر بگیم، ما وینگر نداریم، یعنی ژائو فلیکس یه وینگر نیست، سی اف باید بازی کنه، بعد فران تورس و رافینیا هم که گفتین تعطیلن، یعنی تو این دوتا بازی که تو برزیل کرد 287 دقیقه بازی کرد، صفر دریبل موفق، یعنی مگه اصلا تو برزیلی باشی دریبل موفق نزن وینگر برزیلی نیستی بابا، دفاع چپای برزیل هم همشون هر بازی سه تا دریبل موفق وینگر برزیلی الان حالا جدا از وینیسیوس مارتینلی چقدر چشنواز دریبل میزنه، مارتینلی هر بازی حداقل 5 نفر رو تک به تک برمی‌داره. خیلی دو تا شده هفته استاد. حتی میگه دیریم رو مخاطب تو من خیلی دوست دارم ما سانه رو بگیریم. یعنی به نظرم سانه بازیکنی که میخوره، یعنی هم چپ میتونه بازی کنه، هم راست میتونه بازی کنه. قراردادم نداره. به نظرم میخوره به جای اون. به نظرم فیفا میخوره بیشتر.
فقط میدوره. این فصل به نظر من بهتره از لیگ اروپا. ولی باز از رافینیا فکر کنم بهتر باشه. من از رافینیا بهترم. اونو که ولش کن. کلا من یکم یه بخش کوچولم راجع به خط هافک بگم که خط هافکمون با ترجمه که دیانگ نیست که مشکلاتی که حالا بوسکتس نیست یه بحث دیگه. حالا من خیلی ناراحت هستم که بوسکتس تو تیممون نیست، ولی اینکه حالا جایگزینش میتونه حتی دیانگ باشه. دیانگ بازیکنی که هم سی ام بازی میکنه، هم باکس تو باکس بازی میکنه، هم پلی میکر بازی میکنه، دیپ لاین پلی میکر بازی میکنه، نصف و نیمه هافک دفاعی بازی میکنه، نصف و نیمه نه با حالت فیزیکی. ولی بوسکتس هم حالا مثلا انگولو کانته نبود که بره مثلا خودشو درگیر کنه، یه لنگی چیزی مینداخت توپو جمع میکرد یا واسه شروع میکرد. ما مشکل اصلیمونی که خط دفاعمون با خط هافکمون که توپو میخواد منتقل کنه خیلی دیر به خط حمله منتقل میشه، یعنی این فرایند خیلی طول میکشه. همون دیگه الان مثلا اون گلی که ما از آلاوز فکر کنم خوردیم، گندوقان توپو دو داد دیگه، گندوقان داره هافک دفاعی بازی میکنه، عادت نداره که توپو توی اون حالت نگه داره، حالت آره. در سری خارج کنه، توپو نگه میداره که بخواد پاس بده، توپو ازش میگیرم گل میخوریم. یعنی ما 3-4 تا گلمون این فصل اینجوری بوده. خب چرا خب دفاعی نداره ببین مثلا گندوقان کارت فیفا نیست که تو بگی مثلا دیفندر ضعیف من نمیتونم اینو سی ام بذارم. که گندوقان یه بازیکن حرفه‌ایه، بازیکن فول تجربه است، تو میتونی به عنوان مربی اندیشهات بهش دیکته کنی به شرطی که اندیشه ای داشته باشی که دیکته کنی، نه اینکه همینطوری تو آقا دیگه نمیتونی بذاریش هافبک دفاعی که تو اینجوری بکشی. الان مثلا خب لوا هم بذار دفاع راست دیگه، سانت میکنه دیگه. چیو میگم لوا هم بذار دفاع راست دیگه، میشه گذاشت، ولی حالا ما کانسلو رو داریم، ولی الان شدنشو که میدونم میشه ترشتگن هم میشه گذاشت هافبک وسط دیگه، وسط وقتی بازیکن تیم نداره کیو بذار، منو بذار وسط، هم همون رو باید بذاره دیگه. خب من دارم میگم مشکل از اینه که تیم هافبک دفاعی نداره، تقصیر کسی نیست. آخه ببین تو با یعنی الان مثلا میخوام بهت بگم الان مثلا تو کلود ماکللر اصلا بیار تو این تیم، الان مشکل این تیم حل شد؟ یعنی الان مشکل حمله من چی از مشکلات این تیم حل میشه؟ مشکل حمله من که از دقیقه 60 شروع میکنه، یعنی علی اصغر مدیر روستا میکشن نه ولی دقیقه 17 ثانیه 17 دیگه گل نمیخوره، مشکل با خودم از عقب توپو میارن جلو. بازی سازی رو میگم ببین من که بارسایی برای مهم نیست من گل بخوره، به عنوان هوادار مهمی که ببرم، یعنی مهمی که تعداد گل بالا بزنم، میدونی چی میگم؟ ولی این هیچ چیزی من از یک خط حمله موفق تو این تیم نمیبینم، یعنی الان جاوی هیچ چیزی به خط حمله من از من اتوسیز کنه، هر بازی کنی تو حمله کار میکنه کار خودش. البته اینم بگم آبه بچانسی هم آوردیم، حالا از حق نگذره، مثلا نمونهش بازی که من خیلی حرص خوردم، بازی رئال ما چقدر موقعیت داشتیم که به قول من رو بازی رو دیگه تموم بکنیم دیگه واسه خودمون، نمیزدیم تیرک، یعنی موقع مثلا نیمه اولم یه موقعیتی که فکر میکردن آفسایده، نمیدونم کی بود خدایا شوت زد از کنار دروازه رفت خورد تو تیرک، اونم مثلا میتونست گل بکنه. نیمه نه ژو فلیکس اون لایه خوشگل داد، آره لوپز بود فکر کنم، نیمه دوم هم یه دونه ضربه دیگه، یعنی یه موقعیت رو داشتیم ولی گل نمی کردیم. از اون ور من با اون حرف موافق نیستم، از نظر من خودم به شخصه مثلا سال پیش خیلی عشق میکردم که بارسلونا کم گل، و این به نظرم به کلن به بازیکنها یه نمیدونم یه چی بهش میگن خدا اعتماد به نفس، اعتماد به نفس خوبی میداد که باعث میشد که بهترم بازی بکنم، و کلا اصلا تو فوتبال دیگه خودتون میدونید دیگه وقتی گل نخوری باعث میشه که مغزت بهتر کار بکنه واسه حمله و اینا بری، ولی وقتی گل بخوری تیم میاد پایین، و الان احساس میکنم دقیقا همون اتفاق افتاده، گل رو که میخورن تیم از لحاظ منتالی خیلی میاد پایین، و توی حمله هم که همین باعث میشه که. من یه نکته بگم حالا راجع به خط حمله گفتی، ببین من یه بار فکر کنم تو یه دونه لایو اون بهت گفتم، ببین الان ژاوی قبول دارم که پلنای مثلا چند تا پلن نداره واسه حمله کردن، یه پلن خاص داره همونو میبره جلو، یعنی مثلا پلن دو سه و چهار اینا نداره، پلن همون پلن ایش ببری گوشه ها سانت کنی کاتین سایت کنی. آخه ببین دانت واسه کسی که وینگرت هم بتونه سر بزنه، ما نه رافینیا میتونه سر خوبی بزنه نه فران تورس، فقط یه لوا داریم، من لوا بین چهار تا مدافع اصلا واقعا منطقی نیست، یعنی مثلا دارم میگم
مثلا اگه یه دونه سی ام یا یه سی اف یا سی ای ام هد زنم داشتیم باز میک سنس میکرد، ولی وقتی که یه دونه مهاجم داری و اصلا قدرت کلن بارسلونا قدرت سرزنیش کمه دیگه جلو اصلا کل اصلا همیشه معروف بوده به این قضیه، اصلا تیم گواردیولا ازش ایراد میگرفت، ایرادی پیدا میگفتن میانگین قدیش نمام بیا کافتو سر اصلا تو بقول سانت کار نمیکردن دقیقاً. ولی اون پلنی که حالا من داشتم میگفتم سروش، این سه تا بازیکنی داشت، اوبامیانگ، دمبله، فران تورس، این سه تا رو داشت، اون قدرت سرزنی رو دارن این سه تا، دمبله قدرت سرزنی داره، یعنی مثلا به نظر الان پلنش شد با الان پلنش شد من فصل پیشش موافق تو نه ببین جاوی مربیه که تاکتیک تهاجمیش اینه که دوتا وینگر سرعتی داشته باشه بزنه، یعنی ببره گوشه بزنه تو محوطه جریمه یا سانت کنه، اینه. الان هیچ کدوم اینا رو نداره، نمیدونم هم چرا تغییر تاکتیک نمیده، دارم از جاوی انتقاد میکنم، یعنی میگم اینجوری نیست که جاوی بلد نباشه تیمش حمله کنه، مهرشو داشته باشه و اون مهرهای دلخواهشو داشته باشه تیمش گل به همه چهارتا میزنه، ولی وقتی نداشته باشه پلن دیگه ای هم نداره واسه حمله کردن، این مربی تک بودیه به نظر من. جو ببین آخه من الان خاطر دارم فکر میکنم، ببین الان تو داری یه پلنی میگی، داری میگی پلن تهاجمیش اینه، خب پلن تهاجمیش این باشه هیچ ربطی به خریداش نداره، همه خریداش بازیکن هافبک ها و دفاعی هولر، کانسلو دفاعی که با توپ خوبه، حالا سرعتی هم هست، گندوقان هافبک بازی نگه داره، هافبک باکس تو باکسی که زده حمله بزنه، تو وقتی میگی وینگر باید فضا داشته باشه که گندوقان باکس تو باکس دیگه، نه تو 35 سالگی بازیکن باکس تو باکس مثلا میشه تو کلاس کاری مثلا جود بلینکام، حالا جود بلینکام خداشونه یه لول میشه کوواچیچ مثلا، خب من دارم میگم تو وقتی میخوای تاکتیک استفاده کنی بعد تاکتیک تهاجمی استفاده کنی، مثلا وینگرات بزن در رو نیستن، وینگر مثلا فران تورس مجموع سرعتش فکر کنید چقدره، مثلا فران تورس با توپ بازیکن سرعتی نیست ولی جاگیریش و فراراش خیلی خوبه، میگم با هم سلسله نداره برنامه‌های تاکتیکی که داره ژاوی به نظر من، یعنی هیچ، یعنی حتی به نظر من کومن با اینکه برنامه‌های تاکتیکیش افتضاح بود یعنی خودش میدونست میخواد چیکار کنه، فقط اون کاری که میخواست بکنه انقدی بد بود که خیلی از ژاوی بدتر بود، من ژاوی هم خیلی باش موافقم، یعنی من فصل اول حامیش بودم، من دارم میگم الان هم داره مثل فصل اولش کار میکنه اگه بدتر نگی، بخب اینه که ناراحتم میکنه، اینه ناراحتم میکنه که تیم میره توی چمپیونز دی، من الان مطمئنم یه تیم بزرگ بخوریم ما میبازیم به خاطر مربیمون، اصلا هیچ بحث بازی کنیست، ما معلومه دیگه بازی رئال همین علی گفت نیمه اول فرمین لوپز اون رو توپ نیمه دوم اصلا توف نکردیم به سمت گلرشون، توف نکردیم، چه یه تیرک داشت فکر کنم اول داشت یه دونه داشت دقیقه 60 به بعد که تعویض انجام شد خدایش دیگه توف نکردیم، حتی این هم از حق، من کلا آدم منطقی هم، ولی خدایش گل دوم رئال کاملا شانسی بود، این اصلا مدیش که نمیخواست اون پاس رو بده، گل اولشون هم آخه خیلی نه، یعنی گل اولش خداییش دیگه، نه شانسی نمیگم شانسی بود، نمیخوام به نظرم بگم البته چرا به نظر من ترشتگنی که من میشناسم قبول ندارم، باید ببین اون توپه رو اینجوری اومد با دست مخالف بگیره، تو وقتی دست چپ تو داری مخالف بیاری خب سخت‌تره به خاطر اینکه دستت اینجوری میشه، بیا ببین اولا که قشن میتونست اینجوری ببین ترشتگن خیلی توپ رو بزنه، خب و جلوش هم بازیکن بود، ببین اگه دروازه‌بان معمولی بود من میگفتم اوکیه این گل، ولی ترشتگنی که من دیدم خیلی سرعتش بالاست، قشنگ میتونه توی دستشم اینجوری بگیره، بارها سیواشو دیدی دیگه میشینه زمین یهو دستشو اینجوری میکنه وایساده یهو دستشو اینجوری میکنه، خیلی سریعتر از این رفت آره. بود که انجام جلو همین لوا، ولی تنهاش میشه که تصمیمشو اشتباه گرفت که با دست مخالفش بیاد توپو بگیره دست دیگه دستش اونم آخه وقتی یوهوی بازیکن تصمیم میگیره از اونجا شوت بزنه آره. وقتی جلوش سه تا بازیکنه هیچ بازیکنی هم جلوی توپو نمیگیره، یه بازیکنم جلو ترشتگن گرفته سختمون توپو گرفتن، حالا درسته نباید با دست راستش میگیره، حتی اگه دید نداشت باز میشه بهش حق داد، ولی من اون زاویه دیدشو نمیدونم آیا زاویه یعنی ماسکه کرده بود یا نکرده بود، ولی حالا جدا از بازی رئال خودمونیم یه دو سه تا بازی هم دقیقه آخری یعنی به زور بردیم، یعنی واقعا بارسا نباید لالیگا اینجوری
به زور ببره. پیرو مکتب آلگریه اصلا، گواردیولا اینا رو ولش کن، یکیش یکیش دفاعی خدا قرارداد شدیم. نمیدونم والا، یعنی من حال میکنم دقیقه آخر میبریم ها، ولی آخرش میگم بابا این بارسا چرا حال کنی میده علی مثلا دوبارش حال میده تو سال، نه اینکه ما هر روز آویزون کامبک باشیم هر بازی که میکنیم بگم بسم الله گل بخوریم، حالا آویزون کامبک باشه، حالا واسه تو رو خدا مثلا به آلاوز کامبک بزن. ببین حالا اون آلاوز و اینا رو که دارید درست میگید، ولی من به نظرم مثلا یکی چی که پورتو رو بردیم، یکی چی که سوسییداد رو بردیم، یه بلوغی رو واسه تو تیم به من نشون داد. یعنی ما این بازی ها رو میباختیم قبل جاوی، حقیقتا سری گل میخوردیم و سوسییداد این فصل بهترین تیم لالیگا بوده به نظر من. حالا ژیرونا رو در نظر نگیم چون تو اروپا صعود کردن و توی لالیگا هم سوم چهارم، یعنی چهارم پنجم، یعنی تیم خیلی خوبی هن. و ما تو آنوئتا اونجوری تونستیم ببریمشون. اتلتیکو هم خوب بود امسالا، اتلتیکو خیلی خوب بود امسالا. تیما میدین تیما هیچ کدوم توپ نیستن ولی همه در یک سطح نزدیک به هم دارن. بازی چیز رئال و اتلتیکو رو دیدید؟ اتلتیکو خیلی بازی قشنگ بسته بود. حتی آنجلوتی هم کارو گذاشت زمین اون بازی ها، 8 آفک گذاشته بود، 4-5-1 برای من چیده بود. ولی آره اتلتیکو اصلا کلن مدلش اینه، یه مثلا گیریز چرا اینقدر تو اتلتیکو خوبه تو بارسا اینجوری بود؟ چی کار میکنه تو گیری؟ تو مربی نبود که ازش استفاده کنه تو بارسا دیگه. خبرم نمیشه. اون جلو از سوارز هم نبود جواب میداد تو بارسلونا. به نسبت خود نمیگم به تسوارز. میگم اگه نبود اون فضا خالی بود دیگه برای گیری. ولی گریزمان قبول دارید بین اون سه تا خریدی که کردیم بهترینشون گریزمان بود. فصل دومش عالی بود گریزمان. بین دمبله و کوتینیو و گریزمان، گریزمان از همشون بهتر بود. آره بود. دمبله که اصلا واقعا داغون بود. اصلا عجیبه، اصلا عجیبه. من فکر کنم فقط اینجوریه که آقا من پولمو گرفتم میخواد منو بازی بدید. اصلا اون حرکتی که قهر کرده بود، نمیدونم میگفت من میخوام برم، نمیدونم ژاوی گفتش نه ما نیاز، اصلا با بازیکن نباید این کارا رو بکنی که با بدش بره بابا. فکر کردم مثلا کیه هست مثلا دورتمون ولی کسی بودا خیلی خوب بود. حالا بچه شما هم نظرتون رو تا الان بچه های تو خونه برام کامنت کنید راجع به ژاوی، بحثی که ما داشتیم، چون من برنامه رو احتمالاً یکی دو ماه دیگه دوباره با علی عزیز تکرار کنیم، دوباره یه نظری راجع به ژاوی بپرسیم. ولی به عنوان حالا تقریبا خاتمه کار از حتما بپرسم که آقا به نظرت ژاوی آخر این فصل چی میشه؟ اینه به من بگو ژاوی و سرنوشت. حالا نمیخوام پیش بینی یا قهرمانی یا این راه خاصی بکنم، ولی میخوام سرنوشت رو بشه به نظرت تا اینجای کار با این چیزی که الان رفته دیگه. حالا اینکه تغییر پیش میاد میدونم، ممکنه پیش بیاد. ببین خب حالا اون که خیلی سخته، ولی حالا همینجوری که تا الان رفته من نسبت به انتظارم میگم، یعنی من انتظارم با ورودی که به فصل زدیم از جاوی این بود که ما سه تا جام داخلی رو باید بگیریم، یعنی اصلا این نشود و اون نشود. یعنی چون ببین رئال که وضعش مشخصه به نظر من، مهاجم ندارن، کلی مصدوم دارن، خیرونا هم میخوابه. حالا بگو اتلتیکو مادرید و سوسییداد شاید یه ذره تیمای رو فرمی باشن دیگه، از لحاظ مهره‌ای میگم، یعنی وقتی تو شروع فصل میای میگی بارسا خب نمیدونم کانسلو گرفته، ژائو فیلیکس گرفته، نسبت به فصل پیش بهتر شده، رئال مهاجم نوک نداره و تو از جاوی انتظار داری که قهرمان لالیگا بشه و دوتا جام دیگر هم بگیره، سوپرکاپ و کوپا دل ریو. ولی حالا تا اینجا که رفته من به نظرم لالیگا رو باید بگیریم، اون دوتا جام هم ولی یکیش هم گرفتیم اوکی. چمپیونز لیگ هم بستگی به قرعه داره دیگه، یعنی واقعا اگه یکشتون بخوریم به یه تیم خیلی سخت که اونم اگه دوم بریم بالا من باز نمیپذیرم، ما باید از این گروه اول بریم بالا و بخوریم به قرعه راحت‌تر و تا یک چهارم من به نظرم اوکی. ولی ژاوی احتمالاً میمونه تا آخر فصل، ما دو تا جام دو سه تا جام میگیریم، یعنی من خوشبینم همچنان. علی تو چی والا یعنی بخوایم بگیم هیچ اتفاق خاص نیفته با همین روشی که داره بازی میکنه بازی بکنه؟ آره دیگه. نه دیگه تو فکر نمی‌کنم اتفاق معجزه‌ای بشه تو این جدول چمپیونز لیگی که امسال داریم، یعنی خودمون می‌خواستیم انتخاب بکنیم از این آسان‌تر نمی‌تونیم انتخاب بکنیم و باید اول بره که اگه اول نره که واقعا خنده داره. ولی بازم میگم یعنی
بازم بریم بالا به تیم خفن بخوریم میبازیم، یعنی با این سبک بازی که من دیدم، یعنی اون فرصت سوزیایی که داریم، من به نظرم حتی لیگم نمیتونیم بگیریم اگر بخوایم همینجوری ادامه بده. من اگر یعنی خیلی خوشبینم به اینکه ژاوی حرکتی روی لفت بک رایت بکمون بزنه، یکم کانسلو بالده، یعنی بالده واقعا باید بشینه ویدیوهای جوردی آلبا رو، ویدیوهایی که تو بارسا بازی میکرد رو ببینه، یعنی کارهایی که چند تا گل ما با کاتبکای جوردی آلبا و ضربه مسی داریم. خب اصلا فقط حمله شو دیگه، دفاعشو که نبینه خواهش. آره دفاعشو، همون دفاع خودشو انجام بده زیاد کارو خودشو، ولی واسه هجومی، چون ما الان به قول معروف همون اول حرفو زدیم دیگه، گفتیم از دفاعی کم کردیم که هجوم زیاد چه، ولی چیز خاصی حالا کانسول یه جاهایی دیدم، ولی بالده فکر کنم به خاطر جوونیشه نمیدونم، ولی میگم اگه بخواد اینجوری بازی کنه با توجه به بازیایی که دیدم به زور داریم میبریم، بازی مثلا رئالی که باید میبردیم باختیم، حتی مساوی هم نه باختیم، به نظر من دوم یا سوم میشه اگه بخواد اینجوری بازی کنه. خیلی واقعا خوشبینی اگه فکر میکنی لالیگا رو با این وضع یعنی میبریم، با اینکه یعنی ما قبل اینکه دیونگ مصدوم شه ما تیممون بد بازی نمیکرد، قبول نداره. آره ولی مصدوم شد نوازم بازی میکرد، ولی الان دیونگ یعنی از بازی امشب امروز ما که دو ساعت دیگه است دیونگ برمیگرده دیگه. حالا یه تئوری توتم از اینایی که حسین حال میکنه، این گواردیولا امیدوارم سیتی بره دست دو، گواردیولا هم گفتم با تیم میمونم ولی نمیمونه، ما مطمئن باشم. اصلا یعنی من مینویسم که بابا اصلا وای آره این وقت ژاوی، حالا من جدا از شوخی، من به نظرم چمپیونز لیگ اصلا کامل قطعا حذفیم، قطعا یعنی اصلا شک نکن مگر اینکه معجزه کجا حذف نه دیگه داداش دیگه مرحله حذفی آره حذفی دیگه جدولی که میریم گروهی میریم بالا نه یعنی یک هشتم یا یک چهارم دیگه، خب ما اول بریم بالا، خب یک هشتم بالا نمیریم راحت اصلا واقعا به قوره داریم که حذفیم واقعا. اینطوری بهت بگم اول تیم مثلا اوور پاوری که مثلا به مثلا چه میدونم بایر مونیخ بخوری، به نمیدونم رئال بخوری، به تیمی که الان یک کمی هم رو فرما بخوریم تمام، به کوپا دل ری هم به تیمای گنده بخوریم، به خاطر که مهندس توی بازی‌های حذفی خیلی با فوق دکترای خاصی کارو میذاره زمین، تو کوپا دل ری هم میکشن زیرمون 90% پیش بینی اینو موافقم واقعا، لالیگا شب بتیم ببریم، ولی اگه قراره که بکشن زیرمون تو کوپا دل ری و چمپیونز لیگ بریم تاخیرشیم، بهتره که لالیگا رو هم نبریم که دستای مهندس رو بفشاریم و زحماتش تشکر کنیم و دست تیم رو بزنیم تو دسته یکی دیگه، حالا هر کی که دیگه پیدا شد آها خب کی اینجا شده حالا آخر فصل، آخر فصل هر کی که پیدا شد آخر فصل هست، اصلا باید هم باشه نامردیه افتادش کنن، ولی بعدش دیگه آخر فصل پیدا میشه. نه کار ژاوی به اخراج نمیکشه سروش، یعنی هر چی هم بشه ژاوی خودش استعفا میده، اونجوری نیست، ولی مثلا در پوزیشن اخراج استعفا میده دیگه، مثلا اینطوری یهو یه قرر میکنه برام مثلا بگه وای تو رو خدا تو چرا همچین حالت آویزونی پیش میاد. اگه نکته نداریم بچه‌ها واقعا علی دمت گرم، دمتون گرم که منو دعوت کردید باز، و دمت هم حتا گرم، حتما یه برنامه دیگه یکی دو ماه دیگه به زودی با علی دوباره بیرون راجع با شاید جدول باشیم، جام از بیرم رفته باشیم بالا بالاتر. آره ایشالا من هر اشتباه گفته باشم. آره واقعا ایشالا برای من که فرقی نمیکنه. دمتون گرم، خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو دیدید، دوستتون دارم، چاکس فعلا.